دقای مصباح سلام بر شما خوش آمدین خب قانون اساسی افغانستان 13 ساله شد در طول این 13 سال این قانون چقدر به درد ملت خورده و مفید واقع شده تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون اساسا باید گفته شود که آنچه هست امروز زاده همین نظامی این قانون اساسی افغانستان است که بعد از سال 1382 تصویب شد هدف ما از قوای سلاسه است از انتخابات هایی که برای ریاست جمهوری برای شوراهای ولا، 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 ولایتی و ولسی جرگه و امثال ازی صورت گرفته ولی جای تاسف زمانی است که این قانون اساسی همواره به شکل تکراری توسط مقامات زیصلاح دولتی نقص شده این نقص از سال 1382 به این طرف بود یک تحقیق که حقوق دانا انجام داد در سال 2009 نشان داده شد که 92 ماده از جمع 162 ماده قانون اساسی نقص شده و اکثریت نقص توسط رئیس جمهور و توسط مقامات بود ولی آنچه نقض بسیار زیاد صورت گرفت بعد از ایجاد حکومت فرا قانونی تحت وحدت ملی که از دو سال به ای طرف یا بیشتر از دو سال به ای طرف ما دوچار از او هستیم قانون اساسی نقض شد کمیسون انتخابات که به اساس ماده 156 قانون اساسی مستقل ایجاد شده بود نتانست انتخابات را درست سازماندهی بکنه در پهلویش مفسدین سیاسی که یا کسایی که به طور قصدی پروسه انتخابات را دستنی کردن و مشکلات ایجاد کردن که به اساس نقض از اینمی قانون اساسی هر سه قوه دولت قوه مقننه به اساس ماده 83 که میاد قانونیش ختم شد و به اساس عدم تدویر انتخابات این میاد ختم شد این سبب یکی از موردش بود که فعلا ما یک ولسی جرگه که با اساس قانون اساسی باشه نداره نداریم یعنی مشروعیت خود را نداره بلد. در پهلویش حکومت بله ای بحث طولانی میشه وقت برنامه کم است ما سخنان شما رو شنیدیم ولی امروز راجع به نقص قانون اساسی مقامات اگر صحبت بکنیم رئیس مشان جرگه <applause> فضل هادی مسلمیار گفت که اگر او و یا همکارانش قانون اساسی را نقص کردند معذرت میخواه آیا معذرت خواستن مقامات همچون رئیس مشان جرگه چقدر مهم و اثرگذار می باشه یا می تانه که یک راه خوبی را برای تطبیق قانون در آینده ماساید بسازه؟ بحث بسیار مهم ای است که تفاوت بین قایده اخلاقی با قایده حقوقی صورت بگیره قایده حقوقی معیدات یا زمانت های اجرایوی را در قبال خود داره در صورتی که قایده حقوقی نقص میشه جبران خساره یا جوابگویی حقوقی در برابرش داره رئیس جمهور به اساس فقره اول ماده 64 مکلف به اجرای تطبیق قانون اساسی است در کل همه در صورتی که بحث نقض قانون مطرح میشه باز نقض قانون در قوانین عادی در صورتی که جنبه جرمی داشته باشه او زیر عنوان یک جرم قبل از قبل در نظر گرفته شده و پروسیجر محاکماتی برای بلی. همه در نظر گرفته شده آنچه بلی. بسیار بلی. اگر بلی. اگر بر روی قانون اساسی صحبت بکنیم قانون اساسی کنونی به نظر شما چه نواقصی ها و یا کاستی های عمدی داره که باید هر چیز زودتر برش رسیدگی صورت بگیره و تعدیل شود خب اه، اه، تعدیل یک امر مهم به خاطر است که قانون اساسی من حیث یک قانون موضوع آزادی بشر است و نیاز به تعدیل وجود دارد موردی که تعدیل صورت بگیره مرجع تفسیر یکی از موارد بسیار مهمی است که در 13 سال گذشته همواره بین حقوق دانا و بین دولت و بین هر سی قوه دولت یکی از چالش های بود موضوع تفسیر قانون اساسی را که امروز رئیس جمهور ستر محکمه را به اساس ماده 121 قانون اساسی زی صلاح میدانه ای در حقیقت سراحت در قانون برش وجود نداره و میخاطر خاطر نیاز است تا تعدیل صورت بگیره تا یک شورای حراست از قانون اساسی ایجاد شود تا بتانه همچون مشکلات را حل بکنه بله. اگر کوتاه پاسخ بتین در طول کم و بیش قرن که افغانستان قوانین اساسی داشتن از زمان سرداد استقلال کشور تا به حال کدام یکی از اینها بیشتر به نظر شما کاملتر و یا هم مفیدتر به افغانها می باشه؟ خوب از هفت قانون اساسی کیه سال 1322 بین که نظامنامه دولت اولی افغانستان بود شروع تا آخرین قانون اساسی کی فعلا دریم اولین قانون اساسی کی اصلاحات را به وجود آورد و یک نظام قانونمند را به وجود آورد هم مسلمن کی قانون اساسی یا نظامنامه دولت اولیه افغانستان بود اصولنامه که در دوران نادرخان به وجود آمد او به زیاد مؤثر نبود ولی قانون اساسی سال 1343 دوران ظاهر خان یک قانون نسبتا جامعه و کامل بود از او و بعد اگر در دا دوران داود خان بود قانون اساسی او هم زمانش کوتاه بود دوران ببرک کارمل زمانی که اصول اساسی را ایجاد کردن او هم بیشتر جانب دارانه عمل کردن و قانون اساسی فعلی ما نسبتا یک قانون خوبتر است قانونی است که اصل مساوات و دموکراسی بودن را بیشتر در نظر گرفته ممنون شما آقای مصباح